قسمت بعدی حالا میخوام ضربه بزنیم روی به اصطلاح پای حریف برای آماده سازی پاها. قبل از اینکه ضربه رو شروع بکنیم باید اینو خدمتتون عرض کنم که ضربه ای که با روی پا ما میزنیم برای ساختن پای خودمون هم هست. روی این است به پاهای ما مخصوصا انگشتای پای ما ضعیف هستن. اونها رو باید بیشتر بسازیم. وقتی که ضربه میزنیم سعی کنید با پنجه هاتون ضربه رو به پای حریف بزنید. نه با خود پا، کل پا. با کل پا که ضربه زده بشه کسی که ضربه میزنه متوجه نیست و ضربه شدت زیادی داره، فشار زیادی داره رو پای حریف برای شروع و این امکان داره که باعث آسیب دیگه بشه. روی این است با انگشتای پاتون ضربه بزنید نه با کل پا. حریف به حالت رتو بایستده، حریف تمرینی ما پای جلو شکسته است، کاملا سعی کنید پاشنه رو به زانو رو کاملا خم بکنید. بعد از این حالت شروع میکنید به شمردن 10 بار و وقتی که ضربه هم میزنیم به یک نقطه ضربه نزنید. سعی کنید بالا از بالا تا پایین رو ضربه رو ضربات رو تقسیم بکنید به نقاط مختلف پا ضربه بخورید. به این شکل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ده تا ضربه میزنیم پا رو عوض میکنه میریم برای پای چپ. از با پای چپ به پای راست 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 وقتی 10 تا ضربه رو زدیم پا رو عوض میکنیم. اون ما شروع میکنه همینو تکرار کردن. قسمت بعدی به رتو بیست از حالت رتو اون ما پاشو میاره بالا به همین شکل نگه میداره. ما ضربه میزنیم به پهلوی ساعدش به این عضلات پهلوی پا. دوباره همین بالانسش رو باید نگه داره که ضربه که من میزنم هم 10 بار ما با پنجه هامون ضربه رو میزنیم روی پای حریف. نگرش رو به این شکل 1, 2, 3, 4, 5, 6 به همین شکل تا 10 تا. بعدش عوض میکنیم چپ هم به همون شکل 1, 2, 3, 4, 5 تا 10 تا. بعد همین حرکت دوباره ما وامیسته و اوما ضربه میزنه به همین شکل 10 تا 10 تا روی پاها. حالا اینو امکان داره میتونیم ما 2-3 بار تکرارش بکنیم که پاهامون بیشتر روش کار بشه.